انقدر از دنیا و اهل دنیا بدت میاد که به هیچ پولداری، به هیچ پولی، به هیچ طلایی، به هیچ درهم و دیناری اعتنا نداری. به یک حدیث اینجا دقت کنید، عمار قرض داشت به یه یهودی، یهودی هم تو خیابون جلوش گرفته بود، شب بود، میگفت باید همین الان پولمو بدی، نمیذارم بری خونه. امیرالمومنین داشتن رد میشدن، چشم عمار به امیرالمومنین که افتاد، گفت یا علی به فریاد من برس، کمکم. امیر عالم علی یا علی اعلی سر به آسمان بلند کرد. علی وقتی سر به آسمان بلند کنه، آسمان دیگه زمین میشه، عالی میشه دانی، چون ای علی یا عالی اعلی. همی که سر بلند کرد، بعد رو کرد به عمار، فرمود عمار اذن صادر شد، اگه بخوای ایت قلوه سنگای تو کوچه طلا بشه، بخوای بدهی تا بدی، همین الان فقط یک کلمه بگو، الهی به علی، تمامه. عناصر در اختیار تو قرار گرفت، مقام تبدیل عنصر به عنصر و تصرف در تکوین به یک یا علی به تو داده شد. یه سنگی بود 10 کیلو 20 کیلو وزنش بود، اما افتاده بود کنار کوچه، این سنگ رو گرفت دستش، گفت الهی به حق علیین الا سیرته ذهبا، خدایا به علی طلایش کن. شروع کرد برق زدن، ماده تبدیل به فلز شد، سنگ طلا شد. فرمودن داری دیگه، الان دیگه فقیر مادی هم نیستی، بدهیت بده. یهودیه داشتی منظره رو تماشا میکرد که عمار گفت الهی به علی الا سیرته ذهبا، طلا کن سنگو برام. وقتی دید طلای ناب 24 عیار تو دست اماره، عمار گفت آقا جان من چجوری از این طلا بکنم؟ این یه دینار بیشتر از من نمیخواد، یه سکه طلا میخواد. فرمود یا ضعیف الیقین اسأل الله و علی الا سیرت له سیره لک لینا، خدا برات نرمش میکنه مثل موم. اما گفت الهی به علی الا سیرته لینا، خدایا به علی برا من نرمش کن، مثل موم نرم، یه تیکه اندازه یه سکه دو سکه کن، داد به یهودی. الباقی سنگ که طلا شده بود تو دستای عمار بود. شاهد عرض من همین قسمته. یه نگاه به امیرالمومنین کرد، یه نگاه به این سنگ زرین کرد، سر به آسمان بلند کرد، الهی به حق علی الا سیرته حجرا، خدایا به حق علی این را دوباره برای من سنگ کن. طلا تبدیل به سنگ شد، سنگ را انداخت تو کوچه.